برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برای نخستین بار یک مسلمان نخست وزیر اسکاتلند شد. به دنبال اعلام نتایج انتخابات داخلی حزب استقلال اسکاتلند، حمزه یوسف به رهبری حزب جدید و نخست وزیر اسکاتلند انتخاب شده است. آقای یوسف گفته است که این انتخاب برای او افتخار بزرگی است و هرچه بتواند برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا انجام می دهد. در سال 2022 لئو واردکار هندی تبار نخست وزیر ایرلند و ریشی سوناک هندی تبار نخست وزیر انگلستان شدند. بدین ترتیب در بریتانیا سه نخست وزیر ایرلند، انگلستان و اسکاتلند سیاستمدارانی از خانواده‌های مهاجر آسیایی هستند. محققانی که به روی درختان چوب سخت در شمال غربی ایالت اوهایو در آمریکا پژوهش می‌کنند می‌گویند که یک قرن گرمایش زمین فصل رشد سالانه درختان را به طور متوسط یک ماه افزایش داده است. دانشمندان در دانشگاه ایالتی اوهایو مشاهدات اخیر را با یادداشت‌های دقیقی که یک کشاورز محلی از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به جا گذاشته مقایسه کردند. آنها می‌گویند که این مطالعه سر نخی به دست می‌دهد که انواع مختلف درختان در آینده چطور با تغییر اقلیم دست و پنجه نرم خواهند کرد. زمین از زمان شروع انقلاب صنعتی، یعنی از حدود 200 سال قبل تا کنون 1.1 درجه سانتیگراد گرمتر شده است. مقامات اندونزی به رسانه‌ها گفتند که بیش از 180 مسلمان روهینگیا روز دوشنبه هفته فروردین خودشان را به استان آچه اندونزی رساندند. گفته می‌شود نیمی از این افراد زنان و کودکان هستند. به گفته وزارت امور خارجه اندونزی از نوامبر سال گذشته 918 روهینگیا به آچه غربی ترین منطقه آن رسیدند. بر اساس اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل سال 2022 میلادی یکی از مرگبارترین سالها در دریا برای اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا بوده است. هم‌اکنون نیز 1 میلیون مسلمان روهینگیایی که از ترس سرکوب مرگبار 2017 توسط ارتش میانمار گریختند در شرایط بدی در بنگلادش زندگی می کنند. همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و راه اندازی کمپین های جهت کمک به فقرا، نگرانی ها از کلاهبرداری این روند در بریتانیا افزایش یافته است. انجمن های اسلامی از مسلمانان خواستند کمک های خیریه خود را به سازمان های ثبت شده تحویل دهند. این هشدار به دنبال چندین گزارش از درخواست‌های جعلی در رسانه‌های اجتماعی برای کمک به آسیب دیدگان فاجعه در ترکیه و سوریه بود. تنظیم کنندگان از این ماه توصیه‌های از قبیل سطح درآمد سالانه، نحوه مصرف کمک‌ها و اطمینان از رسمی بودن هر مؤسسه را برای اطمینان از رسیدن کمک‌هایشان به مؤسسات خیریه صادر کردند. مأمور حقیقت یا به هیئت سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا را به کمک به جنایت علیه بشریت در لیبی متهم کرد. بازرسان سازمان ملل متحد میگویند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جنایت‌های علیه شهروندان لیبی و مهاجران گیر افتاده در خاک لیبی از جمله زنان و کودکان رخ داده که نیروهای اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشتند.